به دنبال کنفرانس مطبوعاتی دو روز پیش پزشکان و صحبت‌های دیروزش در مجلس ارتجاع شاهد تشدید حملات علیه پزشکان هستیم. همراه هستیم با آقای عباس صنوبری تا به این موضوع بپردازیم. سلام بر شما و خیلی خوش آمدید. منم سلام می‌کنم به شما و به همه هموطنان و در خدمت هستم. بله آقای صنوبری، همطور که می‌دونید حمله به پزشکان به وضوح تشدید شده و حتی از طرف مقام‌های رسمی رژیم هم داره صورت می‌گیره. فکر می‌کنید که این حملات الان به چه صورته؟ کاملا درسته که حملات به پزشکیان خیلی تشدید شده، مخصوصا که در گذشته قبلا از جانب رسانه ها مثلا مثل کیهان شریعت مداری بود که خب با بهانه قرار دادن موضوعات مختلف تو مراحل مختلف به پزشکیان حمله می کردن. مثلا در مرحله‌ای که پزشکیان در حال تشکیل کابینه بود به دلیل کابینه و امثال اینها، و یا بعضا نماینده های مجلس از باندهای مختلف رو موضوعات مختلف حرف می زدن، ولی الان دیگه رسیده به مرحله ای که در واقع باندهای بزرگ رژیم یا حتی مقامات بالای رژیم به پزشکیان حمله می کنن. مثلا باند سعید جلیلی در رسانه خودشون به نام رجانیوز همین نشست خبری رو که پزشکیان داشت مورد حمله قرار میدن و اینطوری توصیف میکنن که با سه کلمه ضعیف، ضد وفاق و کاریکاتوری، و حتی حرفایی رو که پزشکیان تو این نشست زده بود مثلا میگن که شاید مهمترین بخش این نشست خبری ارسال پیام ضعف به آمریکا بود، یا اینکه حرفایی که زده برخلاف حرفای خمینی، از جمله میگن که خمینی اینکه برگشته گفته پزشکیان که ما در فکر صدور انقلاب نیستیم، این بر ضد حرف‌های خمینیه و امثال اینا. یا از اون طرف رئیس دیوان عالی رژیم آخوند منتظری، اون در همین رابطه به پزشکیان حمله کرده و پاسخی رو که پزشکیان به سوال یک خبرنگار داده و این خبرنگار نگرانی خودش رو از گیر دادن گشتای ارشاد وقتی بیان میکنه، پزشکیان موضع میگیره و میگه که مگه گشت ارشاد هنوز هست؟ و اذیت میکنه و قول میده که با اونا برخورد کنه، که این آخوند منتظری که خودش خب رئیس دیوان عالی کشوره، یعنی در سلسله مراتب قوه قضایی رژیم دومین مقام، یعنی جزو مقامات بالا و بالای رژیم هستش، این وارد شده و میگه که اگر قراره با، یعنی مقابل این حرف پزشکیان کاملا ایستاده، اونم روی موضوعی که برای رژیم خیلی حساسه، یعنی گشت ارشاد، و گفته که اگه قراره با گشت ارشاد برخورد بشه باید با وضع نامناسب حجاب اون فرد، منظور اون خبرنگاره، با اون هم برخورد بشه. و بعدش به خود این خبرنگار در واقع به حمله میکنه یا بهش اونو مورد تهدید قرار میده و میگه که خلاصه با به خاطر پوششش، و بعدم میگه که توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید مورد پیگرد قرار بگیره. منظور اینه که این آخوند منتظری در چنین موقعیتی خب وقتی حمله میکنه، این نشون دهنده اینه که وضعیت خیلی تشدید شده، اونم در شرایطی که خب پزشکیان تو حرفایی که الان توی گزارش خبری هم که شما دادید یا صحبتایی که آقای سامه میکرد کاملا واضحه، در شرایطی که از شدت بحران ها و ابر بحران هایی که پزشکیان باش روبرو، از کلماتی استفاده میکنه مثل فروپاشی، غرق شدن، در چنین شرایطی وقتی همچین حملاتی اونم از جانب مقامات بالا و یا باندهای اصلی رژیم میشه، خب نشون دهنده که این وضعیت خیلی تشدید شده و اونم روی مسئله خیلی حساس برای رژیم، یعنی گشت ارشاد، نشون میده که وضعیت همونطور که شما گفتید بسیار حملات به اون تشدید شده. بله آقای صنوبری، حالا این بحث وفاق ملی که تا این حد سرش دعواست و هی میگن چیه، موضوع چیه و اصلا واقعیت چیه؟ ببینید، اینم از اون کلماتیه که استفادهش توسط پزشکیان برای توصیف دولت خودش کاملا بی مسماست، چون خود وفاق
معنیش یعنی مورد توافق، مخصوصا که اگر کلمه ملی هم به دنبالش میاد یعنی اینکه مورد توافق همه مردم. منظور این هستش که یعنی اقشار مختلف مردم و ملت روی این دولت علارغم همه چیزها توافق دارن، در حالی که خب اصلا اون چیزی که روی کار اومده یعنی دولت پزشکیان هیچ ربطی به مردم نداره. حتی خود باندای حکومتی این رو توصیف میکنن که این منظور از این وفاق در واقع وفاق حکومتیه، یعنی باندهای مختلف حکومتی روی این دولت توافق کردن یا مورد توافق اوناست، که البته اونام هدفشون از بیان این اینه که خلاصه ما همه سهم خودمون رو میخواد. اما توی همین حضور پزشکیان توی مجلس این خودش جملاتی گفتش که اصلا برای اولین بار به زبان اشهد خودش گفتش که منظورش از این وفاق چیه. پزشکیان برایش گفت میثاقی که بین ما و در واقع مجلس هست سند چشمنداز، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و قانون برنامه هفتم، این میثاق ماست. که خب مشخصه که سند چشمنداز و همچنین برنامه توسعه و سیاست‌های ابلاغی رهبری همش آشی بوده که خامنه ای در زمان رئیسی و با رئیسی پختن. یعنی همه اینها اون چیزی که صحبت میشه ازش از وفاق و وفاق ملی و اینها مادهش یعنی این که در واقع سیاست‌ها و راهبردهای خامنه ای میخواد پیاده بشه و صحبتی اصلا چیزی از وفاق مطرح نیست، از وفاق اونم وفاق ملی، اونم با این ابر بحران هایی که الان اشاره کردیم که این دولت و این دستگاه باهاش روبرویه که به قول شما حل و فصل کردن هر کدوم اونها برای هر دولتیش شاخ قول شکستن، اونم این دولتی که الان خودش میگه حتی برای حل مسئله حقوق بازنشسته ها باید بره بنزین گرون کنه. خب این همچین وضعیتی برای من این دولت در درونش هیچ راه حلی وجود نداره و وفاق اصلا معنی نداره. تنها یک راه حل وجود داره، اون راه حلی که مقاومت ایران گفته، یعنی سرنگونی تمامیت این رژیم و یک جمهوری دموکراتیک که از اساس در واقع وضعیت جامعه ما رو درست بکنه. برای همین چیزی که وجود نداره و مهم مطرح نیست و اصلا معنی نداره وفاقه، این واقعیت وفاقه. بله، با تشکر از شما از حضورتون در این برنامه و وقتی که اختصاص دادید. من هم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.